ساعت الان هلوهوش 3:12 هست، جمعه 17 بهمن ماه. خیابان هایی که در روز جمعه همچون روزهای عادی شلوغ و پر ترافیک است و اینجا محله عبدالآباد واقع در منطقه 19 که امروز شهروندان در حال خرید کردن با چاشنی کرونا بودن. ماسکم تو جیبمه، تو ماشینه ببخشید. ماسک نمیزنم، نفس سنگی دارم. دولا نمیام خانم، من فقط پیتزا زدم اون پشتم. انقدر صبح میزنیم خسته میکنه ماسک، نمیتونیم نفس بکشیم. الان شلوغ اینجا رو ببین چقدر جمعیت. یه سال هیچ چی نشده، ان شاءالله از این بعدم هیچ چی نمیشه. قاتل سریالی روزها کیه؟ کرونا. میدونید بعد ماسک نداری؟ بله. تو این فضای شلوغ ماسک نداری؟ الان رفتم جنس آوردم، ببین ماسکم تو راه افتاد، الان چشم میاد. عادی انگاری این روزها در بین برخی مردم به یک عادت تبدیل شده و دستورالعمل‌ها رو رعایت نمی‌کنن و این در صورتی است که پرهیز از تردد در اماکن شلوغ، فاصله گذاری اجتماعی و استفاده از ماسک از اساسی‌ترین راه‌های مقابله با شیوع بیماری کرونا است. ما پیش‌گیری نکنیم، همین اتفاقایی که اون روزایی که 500 نفر 400 نفر می‌مردن باز به اون روزا برمیگردیم، بازم بعد قرنطینه، بازم روز از نو روزی از نو. اگه رعایت نکنن همه به مشکل میخوریم، فرقی نمیکنه بچه بزرگ. هیچ کس رعایت نمیکنه به اون صورت. من فکر کنم اگه بخوام مردم همینجوری ادامه بدن، فکر کنم اصلا نتونیم ماه بعدم کاسبی کنیم، مجبور باشیم که ببندیم. در واقع اگر مراقب نباشیم در دقیقه 90 این بیماری همچون دشمن زخمی ویرانی های خودش رو در پی خواهد داشت. متاسفانه اگر به همین صورت پیش بریم آمار فوتی هامون افزایش پیدا میکنه و چه بسا به تعطیلی مغازه ها هم کشیده بشه. کرونا رو جدی بگیریم، چرا که از موجه چشم به ما نزدیک تره. مریم جعفری، خبرگزاری صدا و سیما.